سویه اومیکرون ویروس کرونا نخستین بار حدود 3 ماه قبل در آفریقای جنوبی شناسایی و به سرعت در کشورهای مختلف منتشر شد و عملاً جای دلتا را به عنوان سویه غالب کرونا در جهان گرفت. سرعت جایگزین شدن اومیکرون به جای دلتا به حدی بود که تعجب دانشمندان را در پی داشت. اما این پایان کار نبود و اومیکرون به تکامل خود ادامه داد، به طوری که دانشمندان تاکنون توانستند 4 زیرسویه از اومیکرون را شناسایی کنند. این زیرسویه ها عبارتند از BA.1, BA.1.1, BA.2 و BA.3. اومیکرون و زیرسویه هایش قدرت سرایت بالاتری نسبت به گونه دلتا دارند، اما قدرت انتقال در میان خود زیرسویه های اومیکرون هم متفاوت است. مثلا اومیکرون BA.2 از BA.1 مصری تر است. در حال حاضر بیشتر موارد ابتلا مربوط به زیرسویه BA.1 است، اما طبق گزارش ها موارد ابتلا توسط زیرسویه BA.2 در حال افزایش است و میتواند موجهای گسترده تری از اومیکرون را به وجود بیاورد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، زیرسویه BA.2 به طور قطع باعث افزایش موارد ابتلا خواهد شد، اما میزان وخامت بیماری در این زیرسویه مشابه BA.1 است. بر اساس تحقیقات این سازمان، قدرت سرایت BA.2 30% بیشتر از سویه اصلی اومیکرون است. این زیرسویه تاکنون در 74 کشور شناسایی شده و دست کم در 10 کشور جهان غالب شده است. سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که وخامت اومیکرون و زیرسویه هایش نباید با سرماخوردگی یا آنفولانزا مقایسه شود. با وجود اینکه میزان وخامت بیماری در اومیکرون کمتر از دلتاست، اما اومیکرون لزوماً بیماری خفیفی ایجاد نمی کند و همچنان احتمال بستری شدن و حتی مرگ توسط این سویه وجود دارد.